درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان گرامی برنامه زرتشت. شاهین نژاد هستم در غیاب دوست ارجمندمون جناب شهروز اش. امروز به اتفاق دوست و یار بسیار نازنینمون جناب دکتر حسین شهرستانی که از سیدنی استرالیا به ما پیوستن در خدمتون هستیم و برنامه امروز درباره تأثیرات نگاه زرتشتی و آیین زرتشت بر شاهنامه هست. خب دو تا دستمایه بزرگ ایران شناسی که در اختیار ما هست، شاهنامه و همچنین اوستا، برخلاف احتمالاً باور یا اشتباهی که در نزد عموم مردم هست که فکر میکنن خب شاهنامه که یک اثر ملی است و اوستا یک کتاب مذهبی است، این گونه نیست. اوستا در برگیرنده بسیاری از اسطوره های ایرانی است، بخشی از حماسه ایران اونجا هست، در یشت ها به طور مشخص، و تا اندازه زیادی برخی از شخصیت ها، چهره ها و حتی آنچه که در موردشون رخ میده و گفته میشه با شاهنامه اشتراک داره. خیلی از چهره ها در شاهنامه در اوستا هستن و برعکس شماری از چهره ها در اوستا هستن که در شاهنامه نیستند، مثل پهلوان هایی که ازشون یاد میشه یا ایزدانی که ازشون یاد میشه که در شاهنامه کمتر بهشون پرداخته میشه یا پرداخته نمیشه، و برخی چهره ها در شاهنامه حتی نقش محوری دارن، مثل رستم و خانواده رستم که در اوستا از اونها یاد نشده. به هر حال اوستا و متون پهلوی از یک سو و شاهنامه که در حقیقت نظم شده، به نظم درآمده خدای‌نامه است و در برگیرنده اسطوره ها، حماسه و حتی بخشی از تاریخ ملی ماست، از سوی دیگر دستمایه سنجش و مقایسه ما برای این است که ببینیم چقدر همانندی و یا تفاوت میان شاهنامه و باورها و اندیشه های زرتشتی در حقیقت وجود داره. من پیش از این که از آقای دکتر شهرستانی هم بخوام که به این گفتگو وارد بشن و دیدگاه خودشون رو بیان کنن، برای باز شدن مطلب، چون گفتم همانندی ها و ناهمانندی هایی وجود داره، برای نمونه شخصیتی مثل گشتاسپ در اوستا و متون پهلوی عمدتا ستوده شده به عنوان شاهی که زرتشت رو پذیرا شد، آیین زرتشت رو پذیرفت و به همراه وزیرش یاماس کوشیدن که در حقیقت تا حد زیادی به ترویج و گسترش آیین زرتشت کمک کنند. شخصیت و چهره مثبتی به شمار میاد گشتاسپ در اوستا. در شاهنامه گشتاسپ در همین داستان، یعنی پذیرای آیین زرتشت میشه و به هر حال نخستین شاه ایرانی است که زرتشتی میشه، ولی در بخش دیگری از شاهنامه هنگامی که اسفندیار پسر خودش رو در حقیقت تحریک میکنه، وامی داره که به سیستان بره و رستم رو کتبسته و تسلیم شده به حضور گشتاسپ به بلخ بیاره، اونجا شما با یه چهره صمیمی و کاملا مثبت روبرو نیستید، بلکه به نظر میاد با فردی روبرویید که پسرش رو داره به یک دامگهی میفرسته که چه پسرش اونجا بکشه، رستم کشته شده، و چه کشته بشه، پسرش که مدعی تاج و تخته از میان میره. و این تفاوت چهره گشتاسپ در شاهنامه و اوستا ما رو به فکر ما می‌داره که ریشه این تفاوت در چیست، که حالا از حوصله شاید بحث امروز بیرون باشه، نیاز به یه سری گفتگوهای تخصصی داره. از سوی دیگر برخی داستان‌ها مثل داستان ضحاک و کاوه و فریدون
ضحاک و فریدون هم در اوستا هست و هم در شاهنامه، همانندی های بسیاری داره داستان. حالا مثلا فرض کنید ضحاک در شاهنامه انسان واره هست، یعنی شخصیتی که چهره انسانی داره. آژیدهاک که برابر یا معادل ضحاک در اوستا یک حالت مارگونه داره، اژدهاگونه است و سکله است و به هر حال انسان واره نیست. فریدون پس از شکست ضحاک، ضحاک رو در البرز کوه بند میکشه در دماوند، در حالی که در اوستا آژیدهاک رو از میان میبره فریدون. به هر حال این تفاوت ها همش برمیگرده به لایه‌های متفاوت و گوناگونی که شاهنامه داره و باید ژرف‌نگری بشه هم در شاهنامه هم در اوستا برای باز کردن کلید این رموز. که حالا میگم همچنان که گفتم بحث‌های تخصصی خیلی مفصل و در این حال بسیار جذابه که امیدوارم فرصت‌هایی باشه در برنامه‌های دیگر و زمان دیگر بهش بپردازیم. جناب دکتر شهرستانی که از دوستان و یاران ما در جنبش رنسانس ایرانی هستند و مدت هاست که در شبکه پارس برنامه از تیسفون تا توس رو هم دارن و خیلی کمک کردن به تقویت این موج ایرانگرایی و باز کردن خیلی از مباحث فرهنگی ایرانی و همچنین اندیشه ایران شهری، تو این زمینه از دوستان صاحب نظر ما هستن که از آقای دکتر شهرستانی میخوام که رشته سخن رو به دست بگیرن و دیگاه خودشون رو درباره تأثیرات آیین زرتشت یا باورهای زرتشتی بر شاهنامه به ما بگن. به نام خداوند جان و خرد و به نام سرزمین اشغال شدم ایران، با درود خدمت شما آقای مهندس شاهین نژاد گرامی، و من هم به نوبت خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان شما در برنامه‌ای که برنامه زرتشت بزرگوار رو داراست، و سپاسگزارم از این که بنده رو به این برنامه فرا خوندید، به این برنامه برجاوندتون، و آرزو میکنم بتونم در کنار شما و بینندگانتون بیشتر بیاموزم. پروانه بدید با سروده ای از فردوسی سخنم رو آغاز بکنم که اشاره میکند نگویی کاتش پرستان بودن، پرستنده پاک یزدان بودن. بدانگه که بود آتش خوب رنگ، چمر تازیان راست مهراب سنگ. برای این که میگوند میفرمایم که همان اورمزد و مه و روز مهر، بشویید به آب خرد جان و چهر. فردوسی بسیار آگاهانه و خردمندانه و میشه گفت زیرکانه شاهنامه رو تا سقوط ساسانیان و قتل یزدگرد سوم به پایان میرسونه و قلم اهورایی‌اش رو آلوده دوران پس از اون که حدود 3 دهه پیش از زاده شدنش بوده نمی‌کنه، زیرا که نخستین آرمان او ترسیم دوران شکوفایی و عظمت برباد رفته ایران است و ایران باستان از آغاز تا دوران ورود تازیان، و دوم اینکه پس از ورود تازیان به سرزمین دیگر سخنی و کرداری خردمندانه یا منشی انسانگرایانه در گفتار و رفتار اونها وجود نداشته که بخواهد فردوسی به اون بپردازه. اون چرا که از سپندینگی رفتار و در واقع نخواسته، اون چرا که از سپندینگی و رفتار پادشاهانی که در مکتب زرتشت پرورش یافته بودند و او سروده بود رو دستخوش گفتار و رفتار اهریمنانه اون غارتگران رو متجاوزین بکنه. این میتونه به عنوان یک قالب و چارچوب در نظر گرفته بشه. گاهی هم فکر میکنم که شاید به خاطر وجود میهن پرستانی که دائما در تلاش بودن که بتونن ایران رو به عظمت و شکوه دوران ساسانی بازگردونن، فردوسی رو در واقع بر اون داشت که تلاش نکنه تا اثر قطره ناپاک رو در اقیانوس تاریخ اون سرزمین با گزارش خودش بر جای بگذاره. و میبینیم که حتی درباره جنگ با تازیان مسلمان اشاره میکنه به این که بکوشیم و مردی به کار آوریم، بر ایشان جهان تنگ و تار آوریم. یعنی واقعا میخواد این بسته بشه این پرونده و ایران رو به شکوفایی و گذشته شکوفای خودش برسونه.
اینها نشون دهنده اون اندیشه و در واقع تفکر زرتشت بر شاهنامه است. از اونجایی که زرتشت به گواهی همه انسان‌های فرهیخته بزرگترین آموزگار خرد شناخته شده و امروز نیز شاهنامه به عنوان سند نجابت و میتونیم بگیم که یک یادگار بزرگ از خردمند توس، حکیم توس شناخته شده، خردی که در اندیشه ایرانی شالوده جهان هستی است و جنبه‌های گوناگون زندگی مادی و معنوی انسان‌ها رو در بر می‌گیره. همچنین خرد می‌تونیم بگیم یکی از مفاهیم بنیادی نیست که در نقش‌ها کارکردهای متنوع جلوه‌گر میشه. بنابراین می‌تونیم شاهنامه فردوسی رو متأثر از آموزه‌های زرتشت بدونیم که البته دلایل بسیاری هم بر این ادعا وجود داره و بدون تردید در این برنامه به اون خواهیم پرداخت و بنده به قطعه از اون اشاره میکنم و زمان رو به جناب‌عالی واگذار میکنم. به راستی با یک نگاهی به اندرزنامه های پهلوی در میابیم که اندرزنامه ها آینه باورهای کهن زرتشتی هستند و خردگرایی در اونها نمودی بارز داره. از جمله به کتاب ششم دیمکرد وقتی که نگاه میکنیم، مهمترین پندنامه به زبان پهلوی، تمامی اون رو در شاهنامه فردوسی که میراثدار اندیشه و ذخایر اندرزی پیش از اسلامه ما میتونیم پیدا بکنیم و این دو کتاب از این نظر همسانی بسیاری با یکدیگر دارن. خرد در دین کرده ششم به جز در واقع معنای اصلی خودش، نیروی فهم و درک و بخشی از نظام جامعه زرتشت و آفریدگارش اورمزد رو به تصویر میکشه و از طریق اون جهان رو آفریده و نگهداری میکنه. بنابراین همه نیکی ها و بدی ها بر پایه اون داره سنجیده میشه و مورد سنجش قرار میگیره و این نگاه به مفهوم خرد در شاهنامه نیز به خوبی آشکاره که اینها در واقع نشون دهنده اینه که چقدر این دو اندیشه در، یعنی اندیشه فردوسی در واقع تحت تاثیر زرتشت قرار گرفت. برخی از اندرزهای خردگرایانه دین کرده ششم و شاهنامه نه تنها از نظر معنایی بلکه در شیوه بیان و صور خیال هم مانند و شبیه یکدیگر هستند و با هم بسیار شباهت دارن. به هر حال که این شباهت ها میتونه باز هم دلیلی بر تاثیرپذیری مستقیم شاهنامه از دینکرد باشه که یک منبع یکسان و در این دو کتاب هم و اندیشه زرتشت وجود داره که من پس از شنیدن نظرات جناب‌عالی و نشانه های دیگری درباره نگاه فردوسی به آموزه های زرتشت اشاره خواهم کرد. سپاسگزارم جناب دکتر. اندیشه‌ای که در اوستا در کلن باور زرتشتی ما میبینیم، اگر که سیر اون رو در مینو در نظر بگیریم، یعنی در جهان غیرحسی، در فضای اندیشه، در جهان اندیشه در مینو، به نظر میاد در شاهنامه باستا و همون رو در فضای حسی یا در گیتی داریم میبینیم. به عبارت دیگه من همانندی هایی رو میبینم که انگار یه مفهوم مینوی در اندیشه های زرتشتی بازتابش رو در گیتیایی، در حالت گیتیاییش در شاهنامه آشکار کرده و نمود پیدا کرده. برای اینکه مطلب یکم باز بشه، بگذارید با نمونه خدمتون بگم. ما یک مفهوم کاملا زرتشتی، مفهوم ناب زرتشتی به نام عشا داریم. عشا یا همون آرتا در زبان پهلوی، که یه مفهوم کاملا مینوی است، هنجار هستی، نظم و عدل و قاعده و قانونی که در هستی برقراره. در شاهنامه ما جلوه‌ای از اون عشا رو می‌بینیم که جلوه گیتیاییشه، جلوه حسیشه، که به صورت داد خودش رو نشون میده. داد و دادگری، داد و بیداد که مفاهیم ضد هم دیگه است.
نگاه میکنیم در شاهنامه، جهان پهلوانان شاهنامه برای جاری شدن داد حرکت میکنن، کوشا هستند و تا به پیروزی نرسند دست از پا نمیشینند. برای نمونه شما میبینید که کیخسرو که شاه آرمانی شاهنامه است، از هنگامی که به قدرت میرسه در پی کینخواهی سیاوش و ایرانیانی است که در توران کشته شدند. این یک انتقامگیری نیست، این جاری کردن داده. در حقیقت اگر عشایی هست در مینو، باید باستابش، باید انعکاسش در جهان حسی، یعنی در گیتی، جاری کردن داد توسط ایرانیان و دولت‌های ایرانی باشه. و دقیقاً که خسرو دنبال همینه. هنگامی که ایرج توسط سلم و تور، برادران نامهربانش کشته میشه، نوه دختری او منوچهر به دنبال کین ایرج میاد و از پای نمیشینه تا هنگامی که داد رو اجرا کنه. و اجرای داد یعنی گرفتن و از میان بردن آن دو سیاهکار، یعنی سلم و تور. میگم وقتی فضای شاهنامه رو نگاه میکنید، ابیات رو میخونید، تو متن کاملا مشخصه مسئله انتقام گیری نیست. مسئله این است که آیا باید کسی که بی عدالتی کرده، کسی که داد رو برهم زده، بی داد کرده، به عبارتی دیگر در فضای مینوی به عشا آسیب زده و ناهنجاری در گیتی ایجاد کرده، آیا باید بتونه همجوری ادامه بده یا اینکه باید جلوشو گرفت و از میان بردش؟ بنابراین همچنان که عشا یک مفهوم بسیار محوری در آیین زرتشته، باستابش یعنی داد می شود یک مبحث بسیار کانونی در شاهنامه. ما مفهوم دیگری داریم در باورهای زرتشتی به نام اوروتات که در فارسی امروز خرداد شده. معناش در همون فضای مینوی که سیر میکنه این مفاهیم امشانسپندان، مفهوم بالندگی، رسایی و تکامله. این بالندگی و رسایی در فضای معنوی است، چون مفهومی است که در اندیشه های زرتشته که در بخشی از اوستا هم، نه در گاتا ولی در اوستا هم خودش نشون میده. حالا همون در شاهنامه جلوه گیتیاییش به صورت آبادگری نمود پیدا میکنه. میبینیم که مرتب شاهان در شاهنامه، چه در دوره کیانیان، چه بعد در دوره ساسانیان که بخش تاریخی شاهنامه است، وقتی به قدرت میرسن بر تخت مینشینن، نخست برای بزرگان و برای مردم سخنرانی میکنن و میگن که دستور کارشون آباد کردن ایران، آباد کردن گیتی است. این که بالندگی و رسایی و تکامل نمود گیتیاییش یا نمود حسیش یا نمود زمینیش به صورت آبادگریه، شما در بخش بخش شاهنامه میبینید. نمانیم که این بوم ویران کنند، همی غارت از شهر ایران کنند، نباید که این بوم ویران بود که در سایه شاه ایران بود. مرتب داره صحبت میکنه شاه ایران یعنی شهریاری ایرانی، یعنی دولت ایرانی. نباید زیر سایه دولت ایرانی سرزمینی نابود و ویران و سوخته باشه. سازندگی، آبادگری، تکامل، رسایی و بالندگی در فضای زمینیش که همون آبادگری شاهنامه است، باز خیلی مشخص به نظر من باستابی است از اوروتات یا خرداد زرتشتی. این همانندی ها رو می شود به صورت دوتایی پیدا کرد و به هم وصل کرد و می دیم خیلی چقدر جالب جلوه گیتیاییش در شاهنامه یه پشتوانه مینوی داره در اوستا. و اینها رو آی دکتر من فکر می کنم اگر ما بتوانیم تک به تک شناسایی کنیم و به هم مربوط کنیم، البته با استدلال نه فقط با گمان زنی، تا اندازه زیادی می شود به خیلی از رموز شاهنامه و همچنین به بخشی از کلیدهای رمز و رازهایی که در خود اوستا و متون پهلوی هم هست رسید. چون اون موقع شما به جای یه معادله یه مجهول، یه معادله و دو مجهول، دو معادله و دو مجهول دارید.
هم اوستا و هم شاهنامه و اینا به هم کمک میکنه. نظر شما چیزهای دو تو یا در این زمینه اگه مطلب دیگری میخوام بیافزایم گوش بدید. ارزم به حضورتون که کاملا درست میفرمایید. این همسانی ها در ابعاد گوناگونش میتونه مورد پژوهش قرار بگیره و میتونه در واقع بر اساس اون اسنادی که وجود داره تطبیق بشه و این باور قوی‌تر بشه. من میخوام از نشانه های دیگری که درباره نگاه فردوسی و آموزه های زرتشت در دسترس همگان و میشه گفت در درون شاهنامه است یا در سرایش های روز و با آسانی هم قابل فهم و درک و میشه از اون فهمید که نفوذ زرتشت در فردوسی تا چند اندازه بوده و او در چندین سرودش اگر توجه بفرمایید میبینید که از یک در سخن میرانه و البته دوست مشترک ما جناب آقای عطایی در اون اثر ارزشمندشون دیباچه شاهنامه بسیار زیبا به این مسئله اشاره کردن که من متاسفانه دیدم ندارم دیباچه رو که بتونم از دیباچه مثال هایی بیارم ولی میدونم چون قبلا اون کتاب رو خوندم میدونم که در این باره بسیار زیبا پژوهش کرده ایشون و خیلی دقیق. ما در بسیاری از سروده های فردوسی میبینیم که از یک دری سخن میگه که در سروده به این شکل اومده که تو را دانش و دین رهانت درست در رستگاری بباید جست. ابا دیگران مرمرا کار نیست جز این در مرا راه گفتار نیست. بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک کف این درم. که البته دستبرد این کاتبان جیرخار اومده این رو به حیدرم دگرگون ساخته و این در سخن از اون دری نیست که دیگران تصور میکنن. حالا ما میرسیم به این که چی و میگه از این در سخن چند رانم همی همانش کرانه ندانم همی. یعنی پایانی نداره این در. مرا با کسان دیگر کار نیست براندر مرا هیچ بازار نیست. این دری که فردوسی داره از اون سخن میگه در قلعه خیبر یا اون داستانهای دروغیش نیست، بلکه منظور فردوسی همان در مهریست که منصوب به آتشکده های زرتشته و هنوز در میان زرتشتیان وجود داره، مانند در مهر آتشکده زرتشتیان اصفهان یا در مهر آتشکده کوچه بیوک یزد. در بینش اش و زرتشت خداوند رو باید در روشنایی جستجو کرد. در مهر محل نور و نماد اجاق خانواده، شهر یا کشور میتونه باشه که و هست در واقع، که در مهر میتونه باز محل پیمان دو دلدار باشه و فردوسی اشاره میکنه که در رستگاری یا از این در که به شارستان زرتشت گشوده میشه، راهش به اون سمت گشوده میشه، راه گفتار و سخنرانی فردوسی است و بازار او بر اونه، بر اون دره، یعنی اسلام نیست. در پایان اون بخش هایی که مربوط به پادشاهی شاپور پسر اردشیر میشه ما میبینیم که درباره بینش اون به این صورت میگه در اورمزدی به کیش آورم سخن بر ره دین و کیش آورم و از آن پس گشادم در ایزدی. بازم از در داره صحبت میکنه ولی ایزدی کنارشه. پادشاهی بهرام گور در اون گفتار روزبه به این روزبه موبد در واقع به اینجا میسیم و در دنباله دیواچه بسیار چیزهای دیگه میاد که از شارستان اشاره میکنه، شارستان زرتشت که من شارستانم ره صد در است، اون که اون رو باز ما میبینیم در شاهنامه یک دستوردی دادن کاتبان و کردن علی هم در است. یعنی اون ره صد در رو کردن علی هم در است. درست این سخنان رو به شکلی جابجا کردن و این جابجایی نشون میده که اندیشه فردوسی تا چه حد تحت تاثیر فردوس زرتشت بوده. بر روی اشاره میکنه گواهی دهند که این سخن راز اوست. تو گویی دو گوشم پرآواز اوست.
و از دیرباز ما می‌بینیم که در دفترها و نامه‌هایی به عنوان 100 دستور مطالبی نوشته شده وجود داشته. این 100 دستورها که اختصار به اون در واقع 100 درها بوده که در بردارنده 100 دستور و اندرزهای آموزنده بوده و این دفترها موجوده و این سروده های شهمرد رو وقتی ما نگاه میکنیم، پسر ملک شاه رو، میتونیم از همون هم نتیجه بگیریم که چقدر درباره زرتشت چه چیز گفته و فردوسی چگونه اون رو در واقع به شاهنامه اش کشنده. و حتی اگر بخوایم این موضوع رو بیشتر پیش بگیریم، اشاره میکنه ز علمی که او را خداوند داد، از آن علم صد در بر این برگشا. زهر کردنی و زنا کردنی نیز بیانش در این صد در است ای عزیز. یعنی ما همش میبینیم که داره از این در سخن میگه. زراتوش شهری بنا کرده است، بر او صد در از غیب وا کرده است. یا مثلا فرض بفرمایید به هر در که یابی در این شهر راه، بیابی بهشت و رهی از گناه. بزرگان ز اوستا و پازند و زن، مر این صد درش را برون کردهاند. زراتشت بنگر چه دین پرور است، که در شهر دینش ره از صد در است. که تا اهل دینش بخوانند شاد، بیابند از این صد در او را مراد. خب شما ببینید این دقیقا نشون میده که اون چیزی رو که زرتشت در آموزه هاش داره و اون در مهری که در واقع برای همه زرتشتیان گرامیه، در سروده های فردوسی جا پیدا میکنه و به درستی میشه گفت که اینها همه تحت تاثیر اندیشه های زرتشت بوده، که البته ما درباره این در مهر و این در میبینیم که حافظ هم مطالبی رو داره. من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. ممنونم آقای دکتر. این نگاه دیگری که میشه داشت به همانندی های شاهنامه و باورهای زرتشتی، خب شاهنامه که به طور مشخص ما میدونیم اندیشه های فردوسی نیست، بلکه فردوسی مجذوب اندیشه های موجود در شاهنامه میشه و چون خودش هم فرهنگی بوده و هم بسیار ایران پرست بوده، دست به کار میشه و به عنوان یک کارگردان، نه به عنوان یک سناریو نویس، به عنوان یک کارگردان خدای نامه رو به همراه دستمایه های دیگری که در اختیارش بوده در کنار هم میگذاره و شاهنامه رو کارگردانی میکنه که بسیار کار واقعا تکرار نشدنی هم انجام میده. ولی موج اندیشه های زرتشتی که در شاهنامه هست طبیعتا میره رگ و ریشش میرسه به خدای نامه دوره ساسانیان و حتی پیش از اون، چون به هر حال خدای نامه ها هم هر چند دهه یه بار به روز میشده و کاملتر میشده همینطور که تاریخ در جریان بوده. یه مطلب خیلی جالب این است که ما یه فلسفه تاریخ داریم در آینه زرتشت، در اندیشه زرتشتی، و اون این است که هرمزد برای اینکه پهنه ای رو بیافرینه برای شکست دادن اهریمن، وقتی زمان کرانمند رو میآفرینه، آفرینش رو انجام میده و انسان رو میآفرینه، یه قرار انسان یا مردمزاد به اصطلاح یار و یاور اهورامزدا باشه برای شکست دادن اهریمن و اردوگاه اهریمنی ها، برای ساختن هستی بهتر، برای بهینه کردن جهان. و بنابراین خیشکاری یک انسان مشخصه، باید در این نبرد کیهانی، در این نبرد پیوسته و در همه شؤون با آنچه که اهریمنی است بجنگه. حالا اهریمنی که خودش آفرینش انجام داده و آفریده هایی از جنس دیوان داره، دیو خشم، دیو آز، دیو تنبلی، دیو نادانی، دیو از این دست، دیو خشکسالی، دیو سرما. بنابراین یک فلسفه برای انسان تصور میشه که باید بر اساس اون نبرد کنه با بدی، با زشتی، با اهریمنی، با تاریکی،
برای اینکه زندگی بهتر، هستی بهتر، جهان بهتری بسازه. این باور زرتشتی بسیار حضورش در شاهنامه پررنگه. شاهنامه قهرمانانی داره که وقتی که افسار اسب رو به دست میگیرن و میتازن در جاده زندگی، از هیچ کوششی برای از میان بردن اهریمنی ها و آنچه که آسیب میزنه به انسان و به هستی کوتاهی نمی کنند. در حقیقت انرژی و توان و استعداد خودشونو در اختیار یک حرکت اهورایی قرار میدن برای برقراری داد، برای آبادگری، برای کیفر دادن به نیروهای اهریمنی. از رستم که جهان پهلوان محبوب خود فردوسی در شاهنامه هست، که در تمام طول شاهنامه کارش کوشش برای احقاق حق، برای دفاع از ایران، برای برپایی داد، تا که خسرو که شاه آرمانی شه، تا منوچهر، تا گودرزیان، تا دیگر کسان و چهرهای شاخص در شاهنامه، همه در همین کمپ قرار می گیرن. یعنی دقیقا به نظر میاد حتی پیش از گشتاسب که برها زرتشت در شاهنامه در زمان گشتاسب پدیدار میشه و آیینش رو عرضه میکنه، حتی پیش از اون رفتارها دقیقا هماهنگ با این خیشکاری انسان از دیدگاه زرتشتی است، با این که اون زرتشتی هم نیامد. کوشش برای ساختن زندگی بهتر و برای ایستادگی و پس زدن نیروهای اهریمنی، ایستادگی و پایداری در برابر اونا و حسب اونها. حتی دو مورد داریم که قهرمانان شاهنامه کوشش نمی کنن، نمی ایستن و تسلیم میشن و شکست میخورن. یکی سیاوش که بدونه که دست به قبضه شمشیر ببره، خودش و همراهانش توسط تورانیان با توطئه گرسیب از میان میره، و چه ایرج که در برابر برادرانش پایداری نمی کنه و خودش رو در حقیقت به سرنوشت و قضا و قدر میسپاره. هر دو مورد اینها بلافاصله پس از اینها دیگرانی میآیند که کینخواهی کنند و اشتباه اونها رو جبران کنند، یا اینکه آب رفته رو به جوی برگردونند. این بیتی که مثلا ما در شاهنامه میبینیم واقعا بیت تکان دهنده است، ولی خودش به نظرم تا حد زیادی داره خیشکاری انسان رو در فلسفه تاریخ زرتشتی بیان میکنه. در مرگ را آن بکوبد که پای به اسب اندر آرد، بجنبد ز جای. وقتی که پاتو توی لگام اسب گذاشتی و اسب رو هی زدی و تکون خوردی و حرکت کردی، انگار که در مرگ رو کوبیدی، یعنی دیگر حرکتی آغاز کردی که پایانی نداره مگر اینکه یا به پیروزی برسی یا اینکه آنچه که داری و هستی و سرمایت در راهش بدی. این گونه نگاه کردن یعنی حس مسئولیت انسان در برابر هستی و کوشش برای ساختن جامعه‌ای بهتر، جهانی بهتر، کاملا خاصگاه و آبشخورش باورهای زرتشتی است که شما در سراسر شاهنامه اینو می‌بینید، فارغ از این که اون قهرمان شاهنامه زرتشتی باشه یا نباشه، اصلا زرتشتی هنوز اومده یا نیومده. و این تأثیر اینقدر پررنگه که آدم حس میکنه که شاید در حقیقت فلسفه تاریخ از نگاه همه ایرانیان بوده در درازای تاریخ، ولی در با آمدن زرتشت بهش چارچوبی داده شده و تئوریزه شده و به عنوان یک آیین در حقیقت به مردم عرضه شده. چی فکر میکنید در این زمینه آقای دکتر؟ بله، کاملا درست میفرمایید. ما وقتی که به چارچوب شاهنامه نگاه میکنیم میتونیم اخلاق و در واقع رفتار زرتشت که یک بنمایه فرهنگ ایرانی هست در اون ببینیم. فردوسی در شاهنامهش از اخلاق بسیار استفاده کرده، ضمن اینکه سروده های حماسی داره. ما در حماسه فردوسی اخلاق و رفتار مردانه رو در پهلوانان میبینیم. این پهلوانان بیش از اون چه که بخوان عذبناک باشن و در واقع به شمشیرشون اتکا داشته باشن، ما میبینیم که و
به اخلاق اتکا دارن، یعنی نیروی اخلاق رو هیچ وقت فردوسی نادیده نگرفته در آثارش، که خود این فرهنگ و بنمایه اخلاقی تأثیر از اندیشه زرتشت است، که ما در متون زرتشتی کاملا این رو متوجه میشیم. درس های اخلاقی شاهنامه در واقع میشه گفتش که خودش از درون شاهنامه به عنوان یک کتاب میتونه به عنوان یک کتاب اخلاقی بیرون بیاد. اینها همه و همه میتونه دست به دست همدیگه بده تا این تأثیرات رو بیشتر جلوه‌گر بکنه. در واقع فردوسی از این منظر پس از زرتشت میشه گفت که دومین آموزگار اخلاق در سروده های حماسی خودش، و به گونه این سروده ها رو تونسته با نکات ظریف اخلاقی منسجم بکنه و در قالب داستان های شاهنامه بیان بکنه، داستان هایی که ما میبینیم زندگی کسانی است که پیروان اندیشه زرتشت بودن. اینها در واقع کار ما رو در واقع ساده تر میکنه، راحت تر میکنه که بتونیم از این اندیشه به عنوان یک همسویی در جهت اندیشه ایران باستان ازش یاد بکنیم. و من آقای مهندس الان در رابطه با این موضوع که بیشتر صحبت کردیم، من میخواستم ازتون خواهش بکنم که اگر به خاطر داشته باشید، در سال گذشته من در یکی از برنامه‌ها از همه اندیشمندانی که در رابطه با فردوسی تلاش کردن، کوشش‌هایی رو انجام دادن و پژوهش‌هایی رو داشتن، درخواست کرده بودم که از طریق جنبش رنسانس نوزایی ایرانی هماهنگ بشن با این جنبش و برای زادروز فردوسی هم گامی برداریم. ما به راستی زادروز فردوسی رو خیلی سوت کور داریم پشت سر میگذاریم، در حالی که در کشورهای مختلف همزمان با زادروز تولد شخصیت‌های ادبی خودشون برنامه‌های ویژه‌ای برگزار میکنن. مثلا شما ببینید در 150 سال تولد آنتوان چخوف، رئیس جمهور روسیه اون آقای مدوک بلند میشه میره در زادگاه چخوف، در واقع اونجا بر مزار اون نویسنده که گرامی داشت اون رو به دنیا نشون بده. ولی ما این کارو نمی کنیم. ما ببینید در 200 سال چارلز دیکنز فیلم ها ساخته میشه، آثار او به نمایش در میاد. رئیس جمهور مکزیک برای تولد فونتس میره در به اصطلاح کاخی که اونجا همایش برگزار میشه، تأثیرات خودش رو اونجا میگذاره و در واقع مردم رو از این زادروز آگاه میکنه و بزرگداشت رو به خوبی برگزار میکنن. ولی ما درباره فردوسی در ایران همچین کاری رو نکردیم. ما حتی برای این که بدونیم به راستی کدام روز زادروز فردوسی یک گام بر نداشتیم. میدونم که این برنامه فردوسی نیست و برنامه زرتشت است، اما چون پای فردوسی به وسط کشیده شد، من زمان رو مناسب دیدم. دوست عزیزمون جناب آقای عطایی پژوهشی دارن که 27 آذر رو زادروز فردوسی میدونن، برخی دیگر 1 بهمن رو زادروز فردوسی میدونن و برخی 3 دی رو زادروز فردوسی میدونن. حال اگر ما بخوایم تازه از خواب بیدار بشیم و بخوایم به راستی برای فردوسی یک روز زادروزی رو انتخاب بکنیم، اون روز کدام روز باید باشه؟ 27 آذر باید باشه؟ روز نخست بهمن باید باشه؟ یا اینکه 3 دی؟ بفرمایید جناب علی، نظرتون در این باره چیه و چه کار میشه کرد؟ خب بر اساس ابیاتی که ما به عنوان شاهد داریم، همون 3 دی ماه یزدگردی که برابر با 27 آذر خورشیدی است، به نظر میاد تاریخ درستی باشه. برای هم میهنانی که تفاوت تاریخ یزدگردی و تاریخ خورشیدی رو نمیدونن بگم،
مبنای هر دو سال یکی است، ولی سال یزدگردی که در اواخر دوره ساسانیان ازش بهره می گرفتن 360 روزه بوده، 12 تا 30 روز. و سال خورشیدی امروزی ما 365 روز است. بر اساس ابیاتی که به عنوان شاهد در شاهنامه داریم، سوم دیمای یزدگردی می شود زادروز فردوسی، که فکر کنم در اونجا اشاره میکنه 63 ساله شده اگه اشتباه نکنم. حالا چون 365 روزه بوده و الان 360 روزه است، دقت کنید ما عمقش 12 تا 30 روز بوده، الان 6 ماه اول سال 31 روز است. بله 6 ماه اول سال. بنابراین شما اگر از سوم دیما 6 روز به عقب برگردید میشود 27 آذر، که بر این پایه میشود 27 آذر رو به عنوان زادروز فردوسی گرامی داشت و حتما برنامه مفصل اجرا کرد. ولی همچنان که شما اشاره کردید جناب دکتر، مسئله اینجا این نیست که حرف من باشد یا حرف اون باشه، صحبت این نیست. صحبت این است که ما برای بزرگ مرد تاریخ ایران، پدر یکی از پدران معنوی ایران، پدر معنوی پارسی زبانان به طور قطع، باید یه بزرگداشت در اندازه و شأن اون داشته باشیم. کافیست که روزی قرارداد کنیم، حالا اگر که 27 آذر مورد پذیرش قرار میگیره چه بهتر، اگر نه مهم این است که مثل 7 آبان که زادروز کوروش نیست، ولی بنابراین که کوروش وارد بابل شد و به هر حال مهمترین شهر آن روز کره خاکی رو آزاد کرد و با ایرانیان وارد اونجا شد و رفتار متفاوتی رو از خودش نشون داد که تا آن روز در تاریخ نمونه نداشت، آن روز رو ما می‌بینیم 7 آبان رو به عنوان بزرگداشت کوروش گرامی داشتیم. زادروزش هم نیست، شما نمی‌دونید زادروز کوروش کیه. ولی برای همین، به همین دلیل هم اگر یه روزی توافق ملی بشه یا دست کم بین کارشناسا توافق بشه با یه مقدار از خودگذشتگی و سه ساعت به قول عرب‌ها، در اون حالت من فکر میکنم که بشود واقعا بزرگ داشتی با شکو و در اندازه نام فردوسی برگزار کرد، چه در درومرز چه در برومرز، برای اینکه این واقعا دینیست به گردن ما و من فکر میکنم که تا الان در موردش کم کاری شده. بله، در این حال باز هم من میخوام از همه اندیشمندان و کسانی که دستی بر این آتش دارن و پژوهشی در باره فردوسی داشتن بیان دست به دست هم بدن و جنبش نوزایی ایرانی هم من فکر میکنم که پایگاه مناسبی باشه برای اینکه بتونن این عزیزان بپیوندن به این جنبش و در این باره کار مفیدی رو بتونیم انجام بدیم. 100% جناب دکتر. یک مطلبی هم که میخواستم در تکمیل سخنتون بگم، هممیهنان، چون من میدونم شمار بالایی از هممیهنانی که بیننده برنامه هستن یا شنونده فایل های آوایی برنامه هامون هستن، هممیهنان غیر باورمند به آیین زرتشتن یا اصولا کنجکاو نبودن که در موردش به اون صورت پیگیر بشن، یا از هممیهنان مسیحی ما، یهودی ما، بهایی ما هستن، از هممیهنان مسلمان هستن، یا از هممیهنانی که کلن اتئیستن. ما وقتی سخن از زرتشت میگیم، برای ما مانند سخن گفتن از کوروشه، برای ما سخن گفتن مانند سخن گفتن از فردوسیست. همه اینا فرزندان ایران زمینن. آن سرزمین، آن فرهنگ، آن گهواره در خودش بزرگانی رو پرورش داده که این بزرگان درست خودشون اومدن و تاریخ ساز شدن و اثرگذار شدن و کارهای ماندگار کردن، ولی خودشون برآمده از همون فلات ایران، از همون سرزمین، از همون شرایط جغرافیایی و شرایط فرهنگی و از همون فضای اندیشه‌ای بودن. بنابراین بزرگداشت فردوسی مانند بزرگداشت زرتشت، مانند بزرگداشت داریوش، مانند بزرگداشت خیام، در حقیقت یاد کردن یک از فرزندان خلف ایران زمینه و دوم
برکشیدن دستاوردهای فکری، فرهنگی، اخلاقی اونها برای اینکه امروز روز بتواند چراغی باشه برای اینکه دوباره ما تو این چاله هایی که عادت داریم هر چند دهه یا چند قرن توش میفتیم نیفتیم. ما نگاهمون نه به زرتشت به عنوان پیغمبره، نه به کوروش و عنوان نمیدونم مسیحا، همچنان که در برخی از کتب مقدس گفته میشه، و نه به فردوسی به عنوان یک سپهسالار یا سپهبده یا یه شاعره. اینها هر ستاشون بسیار بالاتر از این هستند که این گونه صفتها رو بهشون بدیم. اینها پدران معنوی ما هستند و بازم تاکید میکنم جدا از اشتراکاتی که به نگاه های تمام شخصیت های برجسته تاریخ ایران هست، همه پرورده مام میهن هستند. اگر فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی میتواند این چهره ها رو بسازه و این چهره ها خودشون میگن و خشتی بر بنایی که قبلا نیمه تمام بوده میگذارند، این رو به هیچ آیین و دین و مذهبی منحصر نمی کنیم و این رو خیلی فراتر و گسترده تر یک پدیده کاملا ایرانی میدونیم و برای همین فکر میکنیم برای همه ما ایرانیان، چه باورمندان به یک آیین و چه غیر باورمندان به آیین یا دینی میدونیم. جناب دکتر شهرستانی، زمان به پایان رسید. خیلی از شما سپاسگزارم که تو این برنامه همراهی کردید و با هم مطالب رو پی گرفتیم. از توجه همیهنان ارجمندم بسیار سپاسگزارم. برای اینکه بتوانید از برنامه ما پشتیبانی بکنید، می توانید که آگهی که پس از برنامه بلافاصله پخش میشه رو نگاه کنید. اگر خواستید پشتیبانی مادی بکنید که بشود هزینه های پخش برنامه رو پرداخت کرد، بسیار سپاسگزاریم. اگر کمک مالی نمی توانید بکنید، کمک دیگری که می شود کرد، اگر که مایلید که همراهی کنید، برنامه رو پخش کنید. اگر که به سایت ما بروید iranianrenaissance.com، اونجا آدرس یوتیوب هست، تلگرام هست، فیسبوک هست، iranianrenaissance.com، و پخش و ترویج این گفتارها و این برنامه ها خودش کمک بسیار بزرگی است. آقای دکتر شهرستانی، اگر که فرمایشی ندارین، از شما سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید در این برنامه و سپاسگزارم از بینندگان عزیز که ما رو تحمل کردن در این زمان کوتاه، و آرزوی شادی، پیروزی و تندرستی برای شما و همه بینندگانتون دارم. سپاسگزارم. بدرود.